سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی علی دایی و واکنش کریستیانو رونالدو به رسیدن به رکورد گل‌های زده در تیم ملی شهریار فوتبال ایران می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. علی دایی در سال 1348 در اردبیل و در محله خیرال متولد شد. در سال 1366 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه شریف پذیرفته شد، اما به دلیل بازی فوتبال در گزینش ورود به دانشگاه رد شد. همون سال در رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هم قبول شد و دو ترم هم به دانشگاه رفت، ولی در سال 1367 دوباره در کنکور شرکت کرد و این بار بدون اون که گزینش گریبانگیرش بشه در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد و لیسانس خودش رو بهمن ماه سال 1371 از همون دانشگاه دریافت کرد. او تحصیلات خودش رو در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد ادامه داد. وی متأهله و یک دختر به نام نورا داره. علی دایی علاوه بر فوتبال که چند سالی از اون دور شده، در تجارت نیز موفق بوده و گرداننده یه چندین شرکت بزرگ، چند فروشگاه، کارخانه یه تولیدی پوشاک ورزشی و عضو اتاق بازرگانی تهران هم هست. علی دایی علاوه بر کارهای پوشاک ورزشی در ساختمونسازی نیز فعالیت داره. او در شهرک گلستان، شهر زادگاهش در اردبیل، یک مدرسه در مقطع متوسطه به نام ابوالفضل دایی به نام پدرش ساخته و از خیرین مدرسه ساز اردبیل هم هست. علی دایی سرمربی سابق فوتبال، بازیکن فوتبال بازنشسته، تجارت پیشه و کارآفرین ایرانیه. او مؤسس و مدیرعامل شرکت پوشاک ورزشی داییه. دایی بهترین گلزن تیم ملی و یکی از بهترین مهاجمان تاریخ جام ملت‌های آسیا به شمار میره که در دوران حرفه‌ای فوتبال خودش با زدن 109 گل در 149 بازی ملی رکورد بیشترین گل زده در بازی‌های ملی فوتبال مردان جهان رو به دست آورد. علی دایی در دوران بازی باشگاهی خودش در تیم‌های پرسپولیس تهران، الصد قطر، آرمینیا بیلفلد، بایر مونیخ، هرتا برلین، الشباب امارات، سبا باتری قم و سایپا بازی کرد. دایی نخستین بار در سال 1372 به عنوان بازیکن جانشین در مقابل پاکستان در جام اکو برای تیم ملی به میدون رفت. او در 149 بازی بیش از 100 گل برای تیم ملی به ثمر رسونده و رکورددار گلزنی در رده ملی بود. دایی در تاریخ 13 مهر 1380 برای 100مین بار در مقابل تایلند پیراهن تیم ملی رو برتن کرد. او به همراه ایران در دو جام جهانی 1998 فرانسه و 2006 آلمان به میدون اومد و در 5 بازی ایران در این بازی ها شرکت کرد. علی دایی در جام ملت های آسیا 96، جام جهانی 98، بازی های آسیایی 98، جام ملت های آسیایی 2000، بازی های آسیایی 2002، جام ملت های 2004 و جام جهانی 2006 برای ایران بازی کرد و گلزنی کرد. علی دایی سابقه مربیگری در تیم‌های باشگاهی سایپای البرز، پرسپولیس تهران، راه آهن و سبای قم رو در کارنامه داره. او همچنین بیش از یک سال هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو به عهده داشت. علی دایی دوران مربیگری خودش رو به عنوان سرمربی و بازیکن در تیم سایپا شروع کرد و تونست این تیم رو در لیگ برتر فوتبال ایران به قهرمانی برسونه. او در تاریخ 12 اسفند سال 1386 به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. انتخاب دایی به عنوان سرمربی تیم ملی در حالی از سوی علی آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور احمدی نژاد انجام شد که دایی پیش از این اعلام کرده بود هر کس لابی قوی تری داشته باشه به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب میشه. اما بعدها بعد از برکناریش از مربیگری تیم ملی مشخص شد انتصاب اون به مربیگری تیم ملی ربطی به لابیگری در فدراسیون فوتبال نداشت و کاری از پیش تعیین شده بود. بعد از شکست تیم ملی ایران در مقابل عربستان در ورزشگاه آزادی، مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم گرفتند علی دایی رو از سمت خود برکنار کنند. تیم ملی ایران در 8 فروردین 1388 و در حضور 100 هزار تماشاگر مقابل عربستان با نتیجه 2-1 شکست خورد.
در روز 9 فروردین 1388 فدراسیون فوتبال طی بیانیه‌ای رسما علی دایی را از سمت خود برکنار کرد. علی دایی مدتی بعد از برکناری از تیم ملی اعلام کرد محمود احمدی نژاد اون رو برکنار کرده. علی دایی در 23 تیر 1390 بعد از اختلاف با سرپرست پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم راه آهن منصوب شد. دایی بعد از مدتی توسط محمد رویانیان به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران انتخاب شد. در تاریخ 19 شهریور 93 با تصمیم سیاسی رئیس هیئت مدیره و عدم اطلاع رحیمی مدیر عامل وقت از سرمربیگری پرسپولیس برکنار شد. بعد از اون در تاریخ 15 تیر 1395 سرمربی نفت تهران شد. او به همراه این تیم به قهرمانی در جام حذفی دست پیدا کرد. علی دایی در 22 اردیبهشت 96 رسما سرمربیگری سایپا رو به عهده گرفت و در اردیبهشت ماه سال 98 از این تیم اخراج شد. علی دایی با وجود بازی‌های خوبش در دوران جوانی در سال‌های پایانی مخصوصاً در بازی‌های جام جهانی فوتبال 2006 مورد انتقاد برخی از کارشناسان فوتبال، طرفداران و مطبوعات قرار گرفت. پس از چندی موفقیت وی در باشگاه سایپا و قهرمانی او به عنوان بازیکن و سرمربی در لیگ برتر باعث شد تا دوباره توجه همگان رو به خودش جلب کنه. بعد از برد زباهن توسط تیم سایپا در هفته 28 لیگ برتر جام خلیج فارس، علی دایی از افزایش قیمت خودروهای سایپا و عدم پرداخت پول بازیکنان فوتبال این تیم انتقاد کرد که این نقد باعث شد اون از سرمربیگری سایپا اخراج بشه. در همین باره یکی از سایت‌های ورزشی کشور نوشته بود در شرایطی که تنها 3 به پایان لیگ باقی مونده این تصمیم شوکه کننده بود، به خصوص اینکه علی دایی قبلاً صحبت‌های تندتر از این هم انجام داده بود و حتی گفته شده بود ناراحتی شدید کارکنان سایپا رو با حرفاش ایجاد کرده بود. علی دایی در فصل گذشته مذاکرات جدی با تیم تراکتورسازی تبریز برای سرمربیگری انجام داده بود، اما در نهایت مربیگری این تیم رو نپذیرفت. کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن جهان و دارنده چندین توپ طلا و بازیکن تیم باشگاهی یوونتوس و تیم ملی پرتغال شب گذشته موفق شد با به ثمر رسوندن 2 دیگه مقابل تیم ملی فرانسه با 109 گل ملی علی دایی برابری کنه و به طور مشترک در کنار مهاجم سابق تیم ملی کشورمون به عنوان بهترین گلزن ملی جهان قرار بگیره. بعد از این اتفاق علی دایی با انتشار پستی در فضای مجازی به کریستیانو رونالدو بابت رسیدن به این دستاورد بزرگ تبریک گفت. سرمربی سابق تیم ملی کشورمون در فضای مجازی در پیام خودش برای رونالدو نوشت: بهت تبریک میگم کریس، به چیزی که لیاقتش رو داشتی رسیدی. نماد واقعی پشتکار و حرفه‌ای بودن هستی و باز هم به دنیا ثابت کردی بهترینی. رونالدو در دیدار با تیم ملی فرانسه هر 2 خودش رو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند و با 5 به تنهایی در صدر جدول گلزنان یورو 2020 قرار گرفت. کریستیانو رونالدو مقابل تیم فرانسه دبل کرد و تونست به رکورد علی دایی برسه و حالا اسطوره فوتبال ایران رو ستایش کرده. رونالدو برای اسطوره فوتبال ایران نوشته: قهرمانان واقعی برای همیشه در این جایگاه باقی میمانند. من عمیقا از خوندن جملات محبت آمیزی که از طرف الگوی بزرگی مثل شما مطرح شده به خودم افتخار میکنم. متشکرم علی دایی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.